بینندگان محترم با سلام، از استودیو خبری تلویزیون تیشک با همیاری همکارانم از تلویزیون از خبر بخش خبری تلویزیون تیشک که گزیده ای از اهم اخبار روزا به آگاهی شما میرسانم. تاکسیرانان مشهد تجمع اعتراضی تشکیل دادند. در پی قطع گاز مایع تاکسی های مشهد، گروهی از تاکسیرانان این شهر دیروز جمعه در مقابل استانداری خراسان تجمع کردند. روز جمعه 11 مرداد ماه گروهی از تاکسیرانان مشهد در مقابل استانداری این شهر جمع شدند و نسبت به قطع گاز مایع LPG و عدم وجود جایگاه های کافی گاز CNG اعتراض کردند. رانندگان تاکسی شهر مشهد گفتند با قطع گاز مایع LPG قیمت خودرو آنها کاهش خواهد یافت و به علت عدم وجود جایگاه های کافی گاز CNG باید ساعتهای طولانی را در صف گاز بگذرانند که با ساعت کاری آنها در تضاد است و نمی توانند به طور مرتب به کار خود ادامه دهند. آنها همچنین اضافه کردند برای دوگان سوز کردن تاکسی ها در 10 سال گذشته از هر راننده 240,000 تومان پول نقد گرفتند و حالا میگویند سوخت گاز مایع را به CNG تبدیل کنید که باعث صدمه دیدن موتور ماشین خواهد شد. ضمناً مسئولان باید نخست پمپ‌های CNG را زیاد کنند، سپس از تاکسیرانان بخواهند سوخت گاز مایع تاکسی‌ها را تبدیل به CNG کنید. این تجمع باعث ایجاد ترافیک در خیابان‌های منتهی به استانداری خراسان شد و بعد از چند ساعت پایان یافت. قطع برق و بحران ترافیک در تهران. سرهنگ هاشمی رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران گفت قطع برق باعث بحران ترافیک در تهران شده. رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران گفته است در شبانه روز 4 ساعت برق تهران قطع می شود و 650 تقاطع تهران که با چراغ‌های راهنمایی هوشمند کنترل می شوند با بحران ترافیک روبرو شده و میزان تصادفات افزایش می یابد. وی در ادامه سخنان خود گفته است در ساعت‌های قطع برق به دلیل خاموش شدن چراغ‌های راهنمایی بی‌نظمی در ترافیک به وجود می‌آید که باعث ازدحام و تراکم بیشتر ترافیک می‌شود و هنگام شب به طور کلی امنیت عابران و حتی خودروها به خطر می‌افتد. رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران معتقد است با توجه به بررسی‌های صورت گرفته قطع برق در تهران باعث افزایش 30% تصادفات و افزایش 35% ترافیک شده است. دادگاه 4 تن از فعالین کمپین 1,000,000 امضا برگزار شد. بر اساس اخبار رسیده امروز شنبه 12 مرداد ماه دادگاه 4 تن از فعالین کمپین 1,000,000 امضا پروین اردلان، مریم حسین خواه، ناهید کشاورز و جلوه جواهری با حضور وکلای آنها شیرین عبادی و نسرین ستوده در شعبه 13 دادگاه انقلاب برگزار شد. هر 4 فعال جنبش زنان متهم به اقدام علیه امنیت ملی از طریق فعالیت تبلیغی علیه نظام هستند و این اتهام به دلیل انتشار اخبار و مطالب مربوط به دستگیری روناک صفازاده و هانا عبدی، 2 فعال کرد و از اعضای کمپین 1,000,000 امضا که ماه‌هاست در زندان به سر می‌برند به آنها وارد شده است. همچنین امروز پرونده دیگر مریم حسین‌خواه که در ارتباط با دستگیری 33 نفر از فعالان جنبش زنان در 13 اسفند ماه 85 مقابل دادگاه انقلاب بود نیز رسیدگی شد. شیرین عبادی و نسرین ستوده در دادگاه از موکلان خود دفاع کردند و شیرین عبادی همچنین خواستار رفع ممنوع الخروجی پروین اردلان شد. فشار دستگاه‌های امنیتی بر فعالین دانشجویی ادامه دارد. سیوان فرخزادی از فعالین دانشجویی دانشگاه تربیت معلم در کرج علی‌رغم توافقات صورت گرفته قبلی با مسئولین دانشگاه، مسئولین وزارت علوم و مسئولین نیروهای قضایی و امنیتی به طور غیابی به 2 ترم تعلیق از تحصیل محکوم شد. قبلا توافق شده بود برای هیچ یک از دانشجویان اعتصابی هیچ حکم کمیته انضباطی و دادگاه صادر نمی شود. ولی اکنون طبق حکمی که برای سیوان فرخزادی فرستاده شده کاملا به نقش وی در تحصن و اعتصاب غذای دانشگاه تربیت معلم اشاره شده است. همچنین بنا به اخبار رسیده پیمان غلامی و علی عبداللهزاده دانشجویان دانشگاه صنعتی سهند نیز همچنان در بازداشت اداره اطلاعات به سر میبرند. آنها که 13 روز پیش دستگیر شده اند هنوز پروندهشان به دادگاه فرستاده نشده و این نگرانی را به وجود آورده است که هنوز در سلول انفرادی و تحت بازجویی هستند. پیمان غلامی و علی عبداللهزاده دانشجوی رشته برق دانشگاه سهند تبریز هستند.
بشار اسد به تهران سفر کرد. بشار اسد رئیس جمهور سوریه در جریان دیدار دو روزه خود از تهران با علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران دیدار خواهد کرد. بشار اسد برای یک سفر دو روزه وارد تهران شده است و قرار است با علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و محمود احمدی نژاد دیدار و گفتگو کند. بنا به گزارش بی بی سی یک هیئت بلندپایه اسد را در این سفر همراهی می کنند و بنا به گفته سفیر ایران در سوریه برنامه هسته‌ای ایران در دستور مذاکرات بشار اسد و رهبران جمهوری اسلامی قرار دارد. این سومین سفر بشار اسد به تهران در دوران رئیس جمهوری محمود احمدی نژاد است. مسئولین ایرانی نیز مرتب به سوریه سفر می کنند. مذاکرات سوریه و اسرائیل و اعلام اینکه در صورت پس گرفتن بلندی های جولان سوریه اسرائیل را به رسمیت خواهد شناخت باعث ناخشنودی جمهوری اسلامی شده است. گذشته از این در دیدار ماه قبل اسد از فرانسه نیکولا سارکوزی رئیس جمهور فرانسه از وی خواسته بود در مورد بحران هسته‌ای ایران میانجیگری کند. به همین جهت ناظران آگاه گفتگو درباره این مسائل را از نکات اصلی مورد بحث در دیدار اسد با مسئولین جمهوری اسلامی می‌دانند. راهپیمایی‌های اعتراض آمیز در اقلیم کردستان ادامه دارد. امروز مردم شهر حلبچه در اقلیم کردستان با هدف محکوم کردن ماده 24 قانون انتخابات شورای استان‌ها راهپیمایی پرشکوهی را برپا کردند. امروز شنبه 12 مرداد ماه مردم شهر حلبجه در اقلیم کردستان با هدف محکوم کردن ماده 24 قانون انتخابات شورای استانها راهپیمایی پرشکوهی برپا کردند. بنا به گزارش از آژانس خبری پیام‌نر، امروز صبح اقشار مختلف مردم شهر حلبجه و حومه با پشتیبانی از حقوق مردم شهر کرکوک و رد قانون 24 انتخابات شورای استانها که به شیوه غیرقانونی از پارلمان عراق گذشته و از سوی شورای ریاست جمهوری عراق رد شده و به پارلمان ارجاع داده شده است، راهپیمایی گسترده و آرامی را برگزار کردند. قبلا نیز شهرهای کردستان تظاهرات آرام مشابهی را به همین منظور برگزار کرده بودند که اولین راهپیمایی اعتراضی مردم کرکوک در روز 28 جولای ماه گذشته مورد حمله تروریستی قرار گرفت که در آن بیش از 200 تن کشته و زخمی شدند. این عملیات تروریستی از سوی محافل بین المللی محکوم شد. اجلاس رهبران کشورهای جنوب و آسیا در کولومبو آغاز شد. اجلاس دو روزه رهبران کشورهای جنوب و آسیا سارک در کولومبو پایتخت سریلانکا تحت شعاع روابط هند و پاکستان قرار گرفت. نخست وزیر این دو کشور قرار است در حاشیه سارک با هم دیدار و گفتگو کنند. اجلاس کشورهای جنوب آسیا موسوم به سارک با حضور هیئت نمایندگی کشورهای هند، پاکستان، افغانستان، بنگلادش، سریلانکا، مالدیوا، بوتان و نپال امروز در کولومبو پایتخت سریلانکا شروع به کار کرد و دو روز ادامه خواهد یافت. پدیده های مانند تروریسم، جرایم، فقر، بیکاری و کمبود مواد غذایی از جمله مباحثی هستند که در این اجلاس درباره آنها گفتگو خواهد شد و راهکارهای برخورد با این مشکلات مورد بررسی قرار خواهد گرفت. حضور منموهان سینگ نخست وزیر هندوستان، حامد کرزای رئیس جمهور افغانستان و یوسف رضا جیلانی نخست وزیر پاکستان توجه همگان را به دیدارهای این سه رهبر و همدیگر جلب کرده است. قرار است امروز نخست وزیر هند و نخست وزیر پاکستان در حاشیه این اجلاس با هم دیدار کنند. در چند هفته گذشته تنش‌هایی در روابط هند و پاکستان به وجود آمده است. بعد از حادثه تروریستی جلوی سفارت هند در کابل، بعضی‌ها اتهام دست داشتن در این رویداد را متوجه سازمان امنیت پاکستان می‌کنند. همچنین تیراندازی‌هایی هم بین پست‌های مرزی هند و پاکستان در منطقه کشمیر به وقوع پیوسته است. پاکستان اتهام دست داشتن در حادثه جلوی سفارت هند در کابل را به شدت رد کرده و علاقه خود را برای هرچه بهتر کردن مناسبات با هند بیان کرده است. بینندگان محترم، خبرها را از استودیو خبری تیشک مشاهده فرمودید. تا دیداری دیگر، پیروز و موفق باشید.